سلام دوستان، توی این جلسه میخوایم در خصوص آنالیز واریانس دو طرفه توی اکسل با هم صحبت بکنیم و این آنالیز رو از طریق افزونه دیتا آنالیز اکسل با هم انجام بدیم. اگر این افزونه رو نمیبینیم، باید بیاین تو قسمت فایل، آپشنز، توی قسمت هدینز، اینجا گو رو بزنین، این دوتا چک باکس رو بزنین و بعد اوکی کنین. اون وقت میتونین دیتا آنالیز رو تو تب دیتا ببینین. خب ببینید آنالیز واریانس دو طرفه خودش یک مبحث بسیار طولانی هست. ما یک دوره کامل در خصوص آنالیز واریانس داریم. تو اینجا فقط میخوایم این آنالیز رو از طریق این افزونه انجام بدیم. اما یه توضیح کوتاه بدم. ما در واقع یه دونه متغیر اینجا داریم که میخوایم ببینیم آیا دو متغیر دیگه که بهش عامل میگیم یا فاکتور میگیم، آیا این دوتا بر روی این متغیر سوم که اینجا هست تأثیر دارن یا نه؟ یعنی تغییرات توی این متغیر و تغییرات توی این یکی متغیر روی این متغیر تأثیر گذار هستن یا نیستن؟ خب ببینیم، وقتی که ما دوتا متغیر رو داریم تأثیرشون رو در نظر میگیریم، با وجودی که این دوتا از هم مستقلن، مثلا توی این مثال ما موتور داریم تولید میکنیم، موتورهایی که تولید میکنیم ویبره دارن، تکون میخورن و این تکون خوردن ممکنه به جنس بدنه ارتباط داشته باشه یا به نوع منبع تغذیه که 5 منبع تغذیه متفاوت هست. میخوایم ببینیم آیا واقعا این ادعا درست هست و این دوتا با هم تاثیرگذار هستن روی تکان خوردن موتور یا نه. حالا این دوتا از هم مستقل هستن، یعنی نوع بدنه هیچ ربطی به منبع تغذیه واقعا نداره، اما ترکیب این دوتا با هم، یعنی استفاده این دوتا با هم، هم ممکنه یه تأثیر متفاوتی روی تکان خوردن موتور داشته باشه. پس من هم باید ببینم که آیا جنس بدن تأثیرگذار هست یا نیست، نوع منبع تغذیه تأثیرگذار هست یا نیست، و اینکه نوع منبع تغذیه و نوع بدنه که با هم داره استفاده میشم آیا تأثیرگذار هست یا نیست. یعنی در واقع 3 عامل هست که من دارم بررسی میکنم. به خاطر همین آنالیز واریانس دو طرفه رو ما انجام میدیم. تو آنالیز واریانس دو طرفه ما 3 فرض رو داریم پس بررسی میکنیم. 3 فرضیه که آیا عامل اول تاثیرگذار هست یا نیست، عامل دوم تاثیرگذار هست یا نیست، و تعامل عامل اول و دوم آیا تاثیرگذار هست یا نیست. خب واسه اینکه این آنالیز رو انجام بدیم کافیه که بریم تو تب دیتا، دیتا آنالیز. خب تو اینجا ما آنووا تو فاکتور رو داریم، یعنی آنالیز واریانس دو طرفه، ولی دوتا داریم. این دوتا به چه معنی هستن؟ یه دونه با ریپلیکیشن هستش، یعنی با تکرار هستش، یه دونه بدون تکرار هست. به چه معنی؟ اگر من یک دونه تولید بکنم که از استیل مثلا S هست، متغیر اول و منبع تغذیه اول هست، یه دونه تولید بکنم، یعنی یک تکرار رو داشتم. اما اگر دو تا تولید بکنم، یعنی دو بار تکرار بر اساس این دو متغیر، پس من به ازای هر متغیری که دارم تغییر میدم، مثلا اینجا استیل دارم، نوعش رو تغییر دادم، هر 5 بار رو استفاده کردم و دو بار نمونه گرفتم، یعنی دو بار تکرار دارم. اگر فقط یک بار تکرار داشتم، مثلا من اینو دلیت میکنم، این میشه فقط یک بار تکرار، اون وقت از نوع دیتا آنالیز آنووا بدون رپلیکیشن استفاده میکردم. اما چون اینجا دوبار تکرار دارم با رپلیکیشن، حالا این تعداد تکرارها میتونست 5 باشه، 10 باشه یا هر چند تا که میخوایم باشه، اما باید تعدادش به ازای متغیر متفاوت ثابت باشه، یعنی دوبار تکرار به ازای یک متغیر. الان ناکنه استیل نوع 1 2 تکرار داره، استیل نوع 2 2 تکرار داره و همه این موارد 2 تکرار شدن و نوع چینش تکرارها و عوامل هم باید به همین صورت باشه. یعنی توی ستونها عامل اول رو میذاریم، توی سطرها عامل دوم رو میذاریم. اگر تکرار نداریم که همه اینا دلیت میشه و جدول من به این صورت خواهد بود، یعنی یک بار تکرار به ازای هر متغیر جدول داریم. اما اگر تکرار داریم یه سطر اضافه میشه، مثلا اگر من 3 نمونه گرفته باشم، اینجا 3 رو باید بنویسم و به ازای هر کدوم اینجا اضافه میکنم. خب الان 2 تکرار داریم، دیتا آنالیز رو میزنیم،
وید رپلیکیشن رو انتخاب میکنیم، میگه اینپوت رنجت کدومه، من این جدولم رو انتخاب میکنم از اول تا آخر و این لیبل ها هم انتخاب میکنم که باشه. میگه تعداد سمپلام به ازای سطر چقدره، یعنی اینجا تعداد تکرارهام یا تعداد نمونه هام رو مینویسم، یعنی به ازای هر متغیر من دو تا نمونه گرفتم، یعنی دو تا سطر دارم دیگه اینجا میذارم. آلفا هم که 5% هستش که بیشتر مواقع آلفا رو در نظر میگیریم، و اینجا من میخوام اسم گزارشمو که تو یک برگه جدید تولید میشه رو آنووا بذارم و بعد اوکی میکنم. اینجا میبینیم که گزارش رو درست کرده و واسه ما قرار داده. خب تو این گزارش من به ازای هر متغیر یه جدول دارم، اینجا به ازای هر متغیری که توی یک سطر هستش یه جدول دارم، و این متغیرهای دومم رو توی ستونها قرار داده و بعد اومده اینجا یه گزارش کلی گذاشته، مثلا تعداد نمونه ها به ازای استیل نوع یک چقدر بوده، تعداد نمونه ها به ازای استیل نوع دو چقدر بوده و غیره. کل نمونه ها به ازای استیل الان میشه 10 تا و مجموع تکان ها، یعنی مجموع اینها رو گرفته گذاشته اینجا دیگه، میانگین اونا رو، میانگین ویبره رو گذاشته، واریانسش رو گذاشته و این جدول رو به ازای همه متغیرها تکرار کرده که یک گزارش خوبی هست. یه دونم اومده توتال گذاشته، یعنی به ازای اون ستونها هستش، یعنی نوع یک من 6 تا نمونه داره، 6 تا نمونه واسه نوع یک هستش که نوع یک استیل بوده، نوع یک آلومینیوم، نوع یک پلاستیک که 6 تا نمونه دارم. پس این در واقع به ازای متغیرهای دوم من هست، یعنی ستونهای من هست که گزارشش رو گذاشته. 6 تا نمونه بوده، میانگینش چقدر بوده، مجموعش چقدر بوده، میانگین و واریانسش. خب اینا جدول های کلی هستن که گزارش کلی داده، اما جدول اصلی این جدول آنووا هستش، جدول آنالیز من هستش. خب توی این جدول ما اول SS رو داریم، SS یعنی مجموع مربعات. SS رو به ازای هر کدوم از این موارد حساب کرده که اینجا سمپل، کالمز، اینتراکشن، ویتین و توتال رو داریم، یعنی مجموع مربعات برای نمونه ها. خب ما توی آنالیز واریانس A و B داریم و سمپل و کالمز نداریم. توی اکسل اومده سمپل و کالم کرده. سمپل اینجا به معنی A هست، یعنی متغیر اول هستش. متغیر اول رو اینجا A رو سطری در نظر گرفته، یعنی مجموع مربعات بین سطرها، یعنی بین این دوتا سطر که اینجا هست واسه استیل و بین آلومینیوم و پلاستیک. پس مجموع مربعات بین اینا هستش. دومی کالمز هستش، یعنی مجموع مربعات برای نوع یک، تفاوت نوع یک، نوع دو، سه، چهار و پنج هستش. و بعدی اینتراکشن هست، یعنی مجموع مربعات بین تعامل عوامل، یعنی این دوتا با هم دیگه اختلافشون، مجموع مربعات اختلافشون با این دوتا، با این دوتا، با این دوتا الی آخر، یعنی هر کدوم دوتا دوتا، چون دوتا نمونه تو هر یک از موارد گرفتیم، تو هر یک در واقع باکس گرفتیم. و بعدی ویتین هست که همون SS ای ما هست، یعنی مجموع مربعات اختلاف درون این دوتا، یعنی این دوتا با هم دیگه، این دوتا با هم دیگه، این دوتا با هم دیگه، این دوتا با هم دیگه. و در نهایت SS توتال هست که میشه مجموع مربعات کل، که یعنی هر یه دونه رو با هم دیگه اختلافش رو، مجموع مربعاتش رو حساب کرده. که اینجا ما درجه آزادی رو هم داریم، توضیحاتش توی دوره آنالیز واریانس هست. فقط میدونیم که اگر این توتال رو، SS توتال رو تقسیم بر 29 یا درجه آزادیش بکنیم، MSی که به دست میاد همون واریانس کل این داده هستش. خب پس من از طریق اینا میانگین مربعات رو حساب میکنم، MS ها رو حساب میکنم. MS مربوط به عامل اول، اینجا من A و B میذارم چون توی دوره آنالیز واریانس A و B داریم، E من هستش. اینا میذارم به خاطر اینکه اینطوری واسه ما شاید ساده تر باشه درکش. خب MS A رو حساب کرده، MS B رو حساب کرده و MS تعامل ها و MS E. حالا میدونیم که مقدار آماره F مون رو که میخواییم به دست بیاریم
کافیه که هر کدوم از این MSA رو تقسیم بر MSE بکنیم، یعنی این یعنی مقدار توزیع F الان شده MSA من تقسیم بر MSE من، و اینجا مقدار FB من که واسه کالمز هست یعنی MSB تقسیم بر MSE، و اینجا F مربوط به AB یا اینتراکشن یعنی MSAB تقسیم بر MSE من. خب من الان F رو دارم، F کریتیکال یا بحرانی رو هم از جدول باید بخونم به صورت عادی که اکسل واسه من رفته از جدول خونده اینجا گذاشته. من باید اینا رو تک تک با خودش مقایسه کنم. اینجا اگر مقدار F من بیشتر از مقدار F کریتیکال شده بود، اون وقت فرض H0 من رد میشه. الان اینجا مقدار F من کوچیکتر از F بحرانی است، یعنی اون مقدار بزرگه فالز شده. یعنی چی؟ یعنی فرض H0 رد نمی شود، و وقتی که فرض H0 رد نمی شود یعنی عامل نوع A تأثیر ندارد، یعنی الان بدنه به صورت عادی خودش تأثیری نداره. تکی داشته باشیم، منبع تغذیه چطور؟ ترو هستش، یعنی بزرگتر هست، یعنی منبع تغذیه بی تأثیر دارد. و تعاملشون چطور؟ این 27 هست، این 2 هستش، ترو هست، یعنی اگر من ترکیبی استفاده بکنم هم تأثیر دارد. پس ای بی تأثیر داره. خب چه نتیجه یعنی اینجا میگیریم؟ یعنی که اگر من فقط نوع بدنه رو بخوام در نظر بگیرم، خب نوع بدنش تأثیری نداره. اگر فقط بخوام نوع منبع تغذیه رو در نظر بگیرم، آره متفاوته از چه نوع منبع تغذیه استفاده میکنم که ویبره کمتری داشته باشم. و همچنین نوع تغذیه و جنس بدنه با هم تأثیر دارن. یعنی اگر من میخوام یک موتوری رو بسازم که مقدار ویبره کمی داشته باشه، باید ترکیبی از نوع بدنه و منبع تغذیه رو استفاده بکنم، اون ترکیبی که کمترین میزان ویبره رو داره. خب این میشه تجزیه تحلیل آنالیز واریانس دو طرفه توی اکسل. ممنونم از توجهی که داشتین. خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.